به نام خدا علی محمد شفی هستم از مجموعه پیل وان در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های نرم افزار پیل سی ال اس جی ام خب در اینجا قصد داریم که برنامه چپگرد راستگرد ستاره مثلث رو برای شما خب همطور که توی تصویر هم مشاهده می ما چهار تا کنتاکتور داریم که کنتاکتور کایه، کادو، کاسه و چهار اینجا میاد و برای ما فعال میشه خب نکته رو که با دقت داشته باشه این هست که ما علاوه بر شستی استوب که داریم دو تا شستی داریم که استارت هستن به صورت چپگرد و راستگرد یعنی ما میایم و از طریق این دو تا شستی S1 و S2 حالت چپگرد و راستگرد رو ایجاد میکنیم خب یعنی من وقتی که S1 رو میزنم برنامه رو حالت چپگرد مثلا کنتاکتور کایک میاد توی مدار همزمان با کایک کنتاکتور ستاره بسیلا مسلس من میاد توی مدار که اینجا مسلس رو با کای سه نشون داده و ستاره رو با کای چار حالا فرق نمیکنه کنه یه کدوم از حالت ستاره میاد توی مدار بعد مثلا مسلس جایگزینش میشه همین حالت رو ما برای حالت راستگرد رو هم داری پس ما پس ستاره مثلث رو هم میتونیم با جهت چرخش راست داشته باشیم هم با جهت چرخش چپ داشته باشیم خب من میرم توی برنامه و شروع میکنم به نوشتن برنامه نکته رو که با دقت داشته باشیم اینی که توی قسمت بالا شما میتونید وریبلتون رو ببینید یعنی اون متغیرهایی که اومدین و تعریف کردید خب من هنوز چون چیزی رو تعریف نکردم متغیری وجود نداره و این تی یک هم که اینجا شما میبینین از برنامه قبلی هست که اینجا هنوز مونده که من میتونم اینجا کلیک راست و دلیت کنم خب من به جای اینکه بیان دونه دونه برنامه رو یعنی متغیر رو تعریف کنم از همینجا میتونم این کار رو انجام بدم یعنی میام اینجا و add new variable میزنم و اولین variable هم و مثلا براش مشخص میکنم میگم اولیه اولین variable که من میخوام در نظر بگیرم شما میتونید اینجا مثلا بگین چی start مثلا left درسته خب آدرسی که برای این در نظر گرفتید چیه؟ آدرسش هست مثلا آی صفر و صفر و یک مثلا خب البته آه قبول نمیکنه کنه اسم قبول نمیکنه درست ببینید اسم شما لاین نمیتونید استفاده کنید آن با در نظر بگیرید ببینید من آن لاین که میزنم میاد اینجا و آ سفر و سفر و یک رو برای من ایجاد می من میام یه دونه ادنیو وریبل دیگه میزنم و اینو میذارم استارت رایت خب آدرسش هم میگم آX سفر و سفر و دو درسته به این صورت متغیر دوم دو هم رو تعریف میکنم. مونده توی ورودی ها فقط استوب من اینجا استوپ رو هم به این صورت تعریف میکنم آدرسش هم هست آیه صفر و صفر پس میبینی که به این راحتی شما میتونید اینجا بیاین و متغیراتون رو تعریف کنید من اینو باز هم به این صورت اد میزنم و حالا میان روی خروجی ها میگم مثلا کایه که من هست چی مثلا چپگرد و آدرسش هم هست Q سفر و مثلا درسته این از خروجی اول من دوباره add new variable میگم k1 بود left میذارم k2 k2 رو میذارم right خب آدرسش هم که میشه سفر صفر و یک چپگرد راستگرد رو تعریف کردم حالا ستاره و مثلث مثلا کاسه رو میگم ستاره خب کاسه ستاره اینجا میشه صفر و دو درسته و گزینه آخر هم میشه کای چهار کای چهار میشه دلتا آدرسش هم میشه Q صفر و سه البته اینا رو میت... نه نیاز نیست مثلا که اینا رو مثلا چهار رو بیام با Q صفر و چهار تطبیق بدم که نیاز نیست خب الان من پس اینا رو اومدم به این صورت تعریف کردم درسته؟ ببینید من اینو یه مقدار پایین تر اگر بیارم ببینید در این صورت پایین تر بیارم شما کلیه متغیرهایی که ما اینجا تعریف کردیم رو میتونید مشاهده کنید خب من میام اینجا و شروع میکنم به نوشتن برنامه از یه نرمالی اوپن شروع میکنم میگم زمانی که شما فعال شدی استارت لفت دیگه درسته این استارت لفت یا آی ایکس رو ببینید شما اینجا دیگه چون این وریبل رو از قبل تعریف کردین دیگه لازم نیست دیگه بنویسین من اینو یه مقدار به این صورت بزرگتر میکنم کامل دیده بشه خب من مثلا میام میگم استارت چپگرد درسته اوکی که بزنم میاد اینجا دیگه لازم نیست دیگه من بیام و برای این دونه دونه بیام کامنت تعریف کنم و بنویسم میگم خب استارت چپگرد به این صورت در نظر میگیرم این میاد چیکار میکنه این میاد ست میکنه چپگرد میگم خب شما بیا ست کن چپگرد میام اینجا و برای ست حالت چپگرد رو در نظر میگیرم ببینید میگم کایک لفت درسته همزمان که چپگرد فعال شد ستاره هم باید فعال بشه دیگه درسته همزمان که چپگرد فعال شد ستاره هم باید فعال بشه خب من اینجا میام یه دونه ستاره رام ست میکنم ببینید میام اینجا و میگم ستاره هم بیاد توی مدار درسته؟ خب حالا که ستاره اومده توی مدار اینجا میام میگم که شما زمانی که ستارت اومد توی مدار دیگه با برقیش کار نداشته باشه دیگه برقیش رو بسپر به من بیا شما از اینجا حالت ستاره رو انتخاب کن بگی خب حالا که ستاره اومد توی مدار میام یه دونه تایمر رو براش تعریف میکنم از برنامه قبلی خاطرم هست که تایمر توی فانکشن بلاک هست میام اینجا و یه دونه آن دیلی به این صورت در نظر میگیرم اسمش هم همینجا تغییر میدم مثلا میگم T1 به حروف بزرگم می T1 و اوکی میکنه درسته؟ خروجی این چه اتفاقی میفته؟ اولین کاری که میکنه میاد و حالت ستاره رو برای من ریست میکنه پس من حالت ستاره کاسه بود دیگه درسته؟ پس میام توی جدول متغیرها کاسه رو انتخاب میکنم میگم شما زمانی که فعال شدی بیا کاسه رو برای من غیر فعال کن یه خط عمودی اینجا در نظر میگیرم به این صورت و میام کنتاکتور بعدی که مسلس هست رو میارم توی مدار درسته؟ مثلا بعد از ده ثانیه میگم شما بیا و ستاره رو از مدار خارج کن و مسلس رو بیار توی مدار کاچا رو به این صورت میارم توی مدار خب برای پیتیش ما فقط متغیر در نظر نگرفتیم من دوباره روی جدول متغیر رو قسمت بالا ادنیو بل وریبل میزنم و اینجا میام به جای بولین میام و تایم رو انتخاب میکنم اینجا میگم تی نامبر مثلا دوازده سانی خب اینم دیگه آدرسش دیگه به این صورت کیو دیگه نداریم دیگه اینو میذارم دوباره من روی همون حالت اوتو به من میگه که درسته میگه که این وریابلی که شما نوشتین موجوده چرا؟ چون من اسمشو عوض نکردم من اسمشو هم عوض میکنم اسم وریابل رو میذارم تی 1 الان قبول کرد خب حالا من میتونم بیام قسمت پی تی و این مقدار رو براش مقدار دوازده ثانیه رو بهش اختصاص بدم میام اینجا و تایمر یک رو از اینجا پیدا میکنم ببینید اینو من پیدا میکنم به این صورت و اوکی میکنم الان به مقدار پی تی مقدار البته من تی آی نوشتم اگر اشتباه نکنم به جای تی یک متغیر رو تی آی تعریف کردم البته فرق نمیکنه یه اسم دیگه ولی خب میتونیم این اینو بیایم اصلاح کنیم ما منظورمون تیه یک بود نه t آی به این صورت البته میگه t یک موجوده من میام رو مثلا میذارم تایمر یک مثلا خب تایمر یک هست دوازده ثانیه رو اومدم به پیتی به این صورت اختصاص دادم خب تا اینجا چه اتفاق میفته تا اینجا اگر بخوایم مرور بکنیم ما حالت چپگرد رو که میزنیم میاد و کنتاکتور چپگرد رو میاره توی مدار همزمان کنتاکتور ستاره رو میاره توی مدار ستاره دوازده ثانیه میشموره خودش رو ریست میکنه و مثلث رو میاره توی مدار حالا همین حالت رو هم ما برای حال به راستگرد داریم یعنی که میام اینجا و حالت راستگرد رو به عنوان یک شستی ورودی در نظر میگیرم حالا روش کنتاکتی که به نرمالی اوپن در نظر گرفتیم روش دابل کلیک میکنیم و استارت این بار رایت رو من یه نیمه باز میکنم تو شما اسم کامل رو ببینید استارت رایت رو اگر من بزنم میاد چیکار کار میکنه میاد برای من کنتاکتور مربوط به حالت راستگرد و برای من فعال میکنه که اگر اشتباه نکنم باید کادو باشه خب من روی این اه ست فعال میکنم بله کادو هست من کادور رو انتخاب میکنم میگم زمانی که شما شستی شستی راستگرد و زدی به این صورت بیا و کادو رو بیار توی مدار همزمان که کادو میاد توی مدار کاسه هم میاد توی مدار یعنی شما چه تو حالت راستگرد شاسی استارتو بزنید چه تو حالت چپگرد شاسی استارتو بزنی در کنار اون چپگرد و راستگرد باید ستاره برای شما بیاد توی مدار اگر دقت بکنید این خط دوم حالت راستگرد با خط دوم حالت چپگرد با هم برابرم پس من دیگه نیازی نیست اینجا بیام و برای تایمر بس برای حالت راستگرد دوباره بیام از سویچ ستاره به مثلث رو بنویسم چون این کاسه فعال میشه و اینجا اومده از این کاسه استفاده کرده بس خود به خود میاد و تایمر من دوازده ثانیه میشمره و از حالت ستاره میره حالت مثلث پس حالت سویچ ستاره به مثلث توی جهت چرخش راست و چپ کرد مشترکه و ما برای اون دیگه نیازی به استفاده از یک تایمر دیگه برای اینکه باز اون مسیر رو بخوایم طی بکنیم نداریم ما تنها کاری که اینجا انجام میدیم چیه میایم براش استوپ رو مینویسیم من میام اینجا میگم که اگر من آیه صفر و صفر و که توی برنامه براش تعریف کردم به این صورت استوپ رو اگر من فعال کردم شما بیا همه خروجی ها رو برای من ریست کن پس من نیاز به چهار تا ریست دارم تایمر رو چرا ریست نمی کنم؟ تایمر چون به صورت دیلی هست و شما دیلی ورودیش که فعال بشه که اینجا صورت کاسه هستش ورودیش که فعال بشه خود به خود تایمر ریست میشه و دیگه نیازی نداره که شما بیاین و براش ریست تعریف بکنید من دوباره از خطای عمودی اینجا استفاده میکنم و ریست هر چهارتا تا کنتاکتور که مد نظرم هست یعنی کا یک تا کا چهار رو میام اینجا در قسمت ریست براش در نظر میام خب من یه مدار این برنامه رو به این صورت میارم پایین فضا باز بشه بتونم به صورت عمودی یه ریست دیگه هم اینجا بیام و استفاده کنم این شد پس کایک حالا توی خط دوم کادو رو اضافه میکنم بهش ببینید کادو رو هم اضافه میکنم بعد کاسه رو در نظر میگیرم براش این هم کایه سه و خط آخر هم ریست کایه 4 این زمانی که استوب زدیم همه این خروجی ها بیاد و ریست بشه خب برنامه من الان کامل شده یعنی من وقتی که استارت میذارم به صورت چپگرد ستاره یا راستگرد ستاره میاد توی مدار یه دوازه ثانیه مکس میکنه بعد ستاره رو از مدار خارج میکنه برش فرقی نمیکنه که توی حالت راستگرد هست یا چپگرد ستاره رو از مدار خارج میکنه و مسلس رو میاره توی مدار فقط نکته ای که حالا اینجا میمونه حالت حفاظت هست ببینید شما استارت راستگرد رو که میخوای بزنی اینجا بیا چپگرد و براش استارت چپگرد رو که میخوای بزنی راستگرد رو بیا براش شرط در نظر بگیر یعنی وقتی که کایک میخواد بیاد توی مدار کادو نباید توی مدار باشه درسته؟ یعنی حتما باز شما سیستم رو استوب کرده باشی پس اینجا برای کایک من میام شرط کادو رو قرار میدم میام اینجا و کادو رو سر راش به این صورت قرار میدم برای حالت راستگرد هم به همین صورت میگم زمانی که من میخوام شستی راستگرد رو بزنم شما نگاه کن چپگرد توی مدار نباشه و از اینجا میام و برای کادو نات کایک رو به عنوان شرط در نظر میگیره خب نکته بعدی که با دقت کنید اینه که میاد دوازده ثانیه میشموره از حالت ستاره میره حالت مثلث درسته خب توی حالت ستاره که ما میخوایم عمل فعال کردن رو انجام بدیم میایم اینجا یه شرط دیگه هم در نظر میگیریم میگیم شما زمانی که میخوای حالت اول رو فعال بکنی نگاه کن که حالت دوم فعال نشده باشی یعنی ما توی حالت مثلث نباشیم اگر توی حالت مثلث هستیم شما دیگه اجازه استارت برای رفتن به حالت ستاره رو دیگه نداشته باشی پس اینجا باید شرط کا چهار رو بیام و اینجا اضافه بکنم خب پس من اینجا میام یه نات کا هم اضافه میکنم میام اینجا و از توی قسمت متغیر هم کا رو انتخاب برای قسمت پایین هم ما همین رو داریم که من دقیقا میام و کپی پیسش الان دیگه برنامه ما کامل شده و ما میتونیم این برنامه رو بیایم و سیو و کامپایل و سیمولیشن خب من برنامه رو کامپایل میکنم مشکلی نداره برنامه و میام حالت سیمولیشن رو براش در نظر میگیرم خب بعد از اینکه حالت سیمولیشن رو فعال کردیم از کلیدای سلکتوری باید بریم روی حالت ران خب یه چند لحظه به این صورت مکس میکنه بعد حالت سیمولیشن اجرا میشه من میرم روی حالت ران خب در حالت, حالت اول ببینید که کادو و کا چهار هر دوتا چون غیر فعالن بس این شرط اینجا اجازه میده که ما 60 استارت رو بزنیم توی قسمت پایین هم K1 و کا چهار هستن که به صورت غیر فعال هستن پس ناتشون صفره خب اولین ورودی که من اینجا دارم و میتونم ازش استفاده بکنم آی ایکس صفر و صفر و یکه یا ایکس آی صفر و یک ببینید من آی و یک رو که میزنم چه اتفاق می‌افته چبگرد ستاره میاد توی مدار خب یه دوازه ثانیه میشمره بعد میشه چپگرد مسلس ببینید چپگرد ستاره تبدیل میشه به چپگرد مسلس الان چپگرد مسلس توی مداره خب من الان اگر بیام خود راستگرد رو بزنم یا خود چپ رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته به من میگه شما اول بیا استوبتو بزن من میام اول استوب میزنم بعد حالا به من میگه که اگر بخوای میتونی این بار آیه صفر و دو رو بزنی که راستگرد ستاره بیاد توی مدار دوباره باز تایمر میشموره ببین در حین شمارش تایمر شما اگر بیای و شستی رو بزنی هیچ کدوم کار نمیکنه ببینید من الان شستی حالت ستاره و مثلث رو بعد از اینکه رفته رو حالت مثلث میزنم هیچ اتفاقی نمیفته دلیلش هم این دو تا حفاظتی هست که من اینجا در نظر گرفتم براش که باعث میشه که برنامه من اشتباه نکنه الان میبینید که توی حالت راستگرد مسلس هستش پس من اینجا اومدم دو تا حفاظت در نظر گرفتم حفاظت اول که حالت چپگرد و راستگرد رو را حفاظت میکنه حالت دوم برای اینه که شما از حالت ستاره که رفتی روی حالت مسلس دوباره شستی استارت نزنی که بری دور روی حالت مسلس و این امکان برای شما فراهم نباشه شاسی استوب هم که میاد و سیستم رو به صورت کامل ریست میکنه فقط نقطه رو که با در مورد تایمر در نظر داشته باشین چون رفتن از حالت ستاره به مثلث توی هر دو تا جهت چرخش راستگرد و چپگرد مشترکه ما دیگه از یه دونه تایمر استفاده کردیم فقط گفتیم که شما توی هر دو تا حالت کاسه استارت میای و فعال میکنی و این پس کاسه استارت اینجا کاسه استارت توی هر دو تا جهت چرخش مشترکه پس از همین اومدیم برای پایه این یا پایه انیبل تایمر استفاده کردیم و برنامه رو به این صورت نوشتیم